درودی به روشنای دوشنبه شبهای میهن بر شما هم میهنان عزیز در همه جای جهان دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک را ورق میزنیم با تازه خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخواست به روال معمول همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده در منابع خبری و همینطور روزنامه امروز ایران در ایران فردا هرچه انتخاباتی تر شدن فضای سیاست در ایران با اظهار موضع تازه انتخاباتی حاشمی رفسنجانی باستاب گسترده دو رویداد اجتماعی و بهداشتی در روزنامه های ایران یکم شکافتن بخیه یک کودک ایرانی صرفا به خاطر عدم بزاعت مالی خانواده بیمار برای پرداخت 150 هزار تومان و در سوی دیگر ماجرا مرگ تن در کرمان و سیستان به خاطر بیماری آنفلوانزا برگزاری یادمان های مختلف به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در دانشگاه های ایران اوجگیری بحران ارز در کشور همزمان با پیش ها از روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی و در عرصه منطقه‌ای تشدید تنش های دیپلماتیک میان عراق و ترکیه حول جابجاییهای های نظامی ارتش ترکیه در حوالی موسل عراق و همینطور تشدید تنش های این روزها مستمر میان تهران و جزئیاتی تازه از عروسک های مشکوک به بمب وارد شده از سوی زائران اربعین به ایران و بالاخره خبری فرامنطقی پیروزی حزب راست افراطی فرانسه پس از حملات مرگبار پاریس سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 16 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه پیش از کاوش و خانش و روزنامه‌ها ها به روال معمول بیشتر شبها مروری خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه منطقی و فرامنطقی حزب راست افراتی جبهه ملی فرانسه در نخستین انتخابات پس از حمله بار پاریس که حکومت اسلامی و داعشیون مسئولیت آن را بر عهده گرفت به پیروزی های تاریخی دست پیدا کرده است پیروزی راست افراطی در شش منطقه از سیزده منطقه انتخابات منطقه‌ای فرانسه گسترد ترین پیروزی انتخابات جبهه ملی به شمار می رود. انتخابات منطقه‌ای فرانسه در واقع برای هدایت شوراهای ناحیه‌ای فرانسه سیزده منطقه داخل مرزهای کشور و پنج منطقه خارج از آن انجام می شود. جبهه ملی به عنوان حزبی زد اتحادیه اروپا و مخالف مهاجران شناخته می شود. پیروزی عمده این حزب در انتخابات ای در واقع عرض اندامی در برابر دو حزب عمده فرانسه یعنی محافظه‌کاران و سوسیالیست هاست که تاکنون قدرت را به طور متناوب در دست داشتند. جزئیات خبر و شرح تکمیلی این رویداد را در گزارش های تدوینی آنسوی خبر ببینید. ادامه مروری بر خبرهای کوتاه. تهران آنکارا بغداد آنکارا تنش‌های فزاینده فضاینده در دیپلماسی منطقه ای میان این همسایگان در حالی که داود اغلو نخست وزیر ترکیه صرفا از یک جابجایی کوچک یکی از گردانهای ارتش ترکیه در عراق سخن میگوید عبادی نخست وزیر عراق اما آنکارا را تهدید به شکایت به سازمان ملل میکند در این میان اراق تهدید کرد که اگر ترکیه ظرف 48 ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه در نزدیکی شهر شمالی موسر فرستاده است را خارج نکند به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد بغداد گفت که استقرار این نیروها بدون مشورت با دولت عراق انجام شد و ناقض حق حاکمیت ملی این کشور است اما در سوی دیگر ماجرا احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه آن را یک جابجایی عادی نیروها در اردوگاهی از قبل ایجاد شده توصیف کرده است حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بیانیه گفت که عراق حق استفاده از کلیه گزینه های موجود از جمله توسط به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عقب نشینی نکردن سربازان ترکیه ظرف 48 ساعت را دارد داوود اغلو اما در نامه‌ای به عبادی قول داد نیروهای بیشتری اعزام نشوند اما در مورد عقب نشینی نیروهای حاضر نیز چیزی اشاره نکرد گزارش های تکمیلی این رویداد را نیز در برنامه آنسوی خبر خواهید دید پی میگیریم با سایر رویدادهای برگزیده در برنامه صفحه که امشب دوشنبه شانزدهم آذر ماه ایرانی و اما آنکارا و گلایه های ترکیه از جمهوری اسلامی به صدر رسانه ها بازگشت همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز نیز آگاهی در چند روز گذشته و پس از سرنگونی جنگنده یا روسی به دست ارتش ترکیه تنش ها در منطقه ابعاد تازه تری به خود گرفته بود روسیه رسما ترکیه را متهم به خرید نفت از حکومت اسلامی کرد در این میان پای ایران نیز وسط کشیده شد و انتشار برخی گزارش ها در مورد همکاری فرزند اردوغان و سران داعش با واکنش رئیس جمهوری ترکیه روبرو شده بود اردوغان دوباره به گذشته اظهار کرد که با روحانی گفتگوی تلفنی داشت و به ایشان هشدار داد که از این صحبت ها نکنند در این میان و در تازه ترین تنش های پیش آمده اما تانجو بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه دیروز 15 آذر ماه گفت که اقدامات و سخنان برخی مقام های ایرانی در پی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و اردوغان و تحریف مکالمه بین این دو کاری غیر اخلاقی و در جهت فریب افکار عمومی است که در واقع سخنگوی وزارت خارجه ترکیه به پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران برآمد آقای بیلگیچ از بیانیه منتشر شده از سوی همتای خود در دولت ایران و نیز گفته های برخی مقام ها در تهران انتقاد آشکار کرد سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بار دیگر تاکید کرد که آنکارا اتهام های وارد شده در مورد کمک به تروریست ها را رد کرده و افزود که کشورهایی که به حکومت سوریه کمک می کنند بحران را افزایش می دهند. ایران همان گونه که میدانید در کنار روسیه از مهمترین حامیان خودکامه بر جای مانده خاورمیانه یعنی بشار اسد رئیس دولت مرکزی سوریه هستند این راستا برخی از روزنامه های تهران روزنامه های البته، روی منتشر در تهران که پیشتر نیز به کشور عربستان به شیوه روزنامه‌نگاری زرد و جنجالی میشوریدند و میتاختند همینک همان تاکتیک را تاکتیک رو علیه دولت ترکیه اتخاذ کردند واکنش نشان دادند و رئیس جمهوری ترکیه رو مورد هدف قرار دادند از جمله این روزنامه ها و روزنامه وطن امروز نزدیک به جمعی از مردان محمود احمد نجات و همینطور حلقه مصباحیه از که در شماره امروز با تصویر نسبتا فتوشاپی از رجب طیب اردوغان با تک همون گونه که میبینید وقاحت صفه بندی شد این روزنامه تازه ترین اظهار موضع سخنگوی وزارت خارجه ترکیه رو بی سابقه و خلاف عرف دیپلماتیک کن. لازم به توضیح است که این روزنامه سابقه فهاشی و دشنام علیه سران کشورهای همسایه رو در کارنامه خود دارد تا جایی که تیترهای هستهی و همینطور تیترهای زننده و گزنده علیه پادشاه پیشین کشور عربستان که از اون خبر مرگش یکی از تیترهای برگزیدهش بود که برخلاف مشی فرهنگ ایرانیان است همان گونه که میدانید همانگاه نیز موجب رنجش خاطر جمعی و گروهی از همیهنان ایرانی و کنشگران شده بود که به این روزنامه اشاره کردند که این منش اخلاقی نیست ادامه میده هم با سایر مطالب برگزیده اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در باب تروریزم و داعش و سوریه و عراق باستاب گسترده در دنیای رسانه ها داشت مروری میکنم بر این بخش اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز یک شنبه ششم دسامبر در یک برنامه تلویزیونی گفت که کشورش بر تهدیدهای تروریستی قلب خواهد کرد ایشان تأکید کرد که داعش یا هر گروه دیگری که در صدد ضربه زدن به ما باشد را نابود خواهیم کرد رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی زنده ی تلویزیونی گفت ما نباید اجازه بدهیم که یک بار دیگر درگیر جنگ زمینی طولانی و پرهزینه در عراق و سوریه شویم این همان چیزی است که داعشیون میخواهند آنها میدانند که نمیتوانند ما را در میدان جنگ شکست دهند داعش بخشی از جریان شورشی است که ما در عراق با آنها مواجه شدیم به گزارش تلویزیون CNN، این سومین باری است که باراک اوباما طی هفت سال اخیر از دفتر خود در کاخ سفید با مردم این کشور به طور زنده و مستقیم صحبت کرده است با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفت که تیراندازی یک زوج به سوی حاضران در یک جشن تعطیلات در کالیفرنیا که 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت را اقدامی تروریستی میداند مشروح این گزارش نیز در برنامه آن سوی خبر به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با بررسی روزنامه های امروز با درودی دوباره همینک و در بخش میانی برنامه با آخرین مطالب و خانش های مرتبط از مسائل و وقایع در روزنامه ها کاوش و بررسی مطبوعات امروز ایران در ایران فردا را پی میگیریم روزنامه های امروز با دستبندی های سیاسی اجتماعی و اقتصادی روانه بازار نشت شدن موضوع شکافته شدن بخیه یک دختر بچه ایرانی از سوی پزشک و پرستار به خاطر نداشتن 150 هزار تومان موجی از انتقادها از روند روب رشد افول اخلاق و انسانیت در جامعه ایرانی را در دو سوی مطبوعات برانگیخت هم مطبوعات دست راستی و هم مطبوعات موسوم به اصلاح طلب روزنامه آفتابی از تیتر برجسته شماره امروز رو به گزارشی از این پدید اختصاص داد و از شکافتن بخیه های بیمار خردسال به خاطر 150 هزار تومان خبر داده بود همه اینها در حالی است که جمعی از مردان مافیای نفتی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و مورد حمایت مستقیم علی خامنه ای به خاطر میلیاردها یورو و دلار دزدی و چپاول اموال عمومی این روزها دادگاه دارند در این میان روزنامه جوان و بسته به ارگان سپاه پاسداران نیز تیتر و مطلب اصلی شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داد و از آن پزشک به عنوان یک مریض یاد کرد که در واقع بخیه های انسانیت را کشید بر اساس گزارش روزنامه جوان مسئول کادر پزشکی بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر وقتی متوجه شد مادر کودک چهار ساله توانایی پرداخت هزینه 150 هزار تومان درمان بچهش را ندارد به پرستار دستور داد بخیه های چانه کودک را بشکافد و بکشد و او را با صورتی خونین راهی خانه کرد بر اساس تازه ترین که ورق می زدم بازداشت شدن کادر درمانی ادامه می دهم ده با سایر مطالب دو انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هر روز با اظهار موازه هاشمی رفسنجانی جنبه ها و جلوه های جدیدی به خود می گیرد. جالب اینجاست که همه اینها در حالی که کلیت رسانه های نزدیک به راست افراطی در سکوتی نسبتا معنادار و سنگین به سر میبرند که محتملا در واپسین روزهای نزدیک به انتخابات تیرهای تازه ای از جعبه های حجت خیش برون خواهند انداخت که حتی گمانه های همچون رد صلاحیت هاشمی نیز به گوش میرسد در هر روی روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از مردان عملگرای هاشمی رفسنجانی به باستاب سخنان هاشمی کشید و به نقل از رفسنجانی مدعی شد که برخی برای کلمه نفوذ هیاهو راه انداختند که در واقع تقابلی آشکار میان خامنه‌ای و هاشمی است چرا که علی خامنه‌ای است که در طول یک ماه پیش از چند در واقع چند بار از واژه نفوذ سخن گفت و حتی شخص هاشمی رو به طور غیر مستقیم و مستتر هدف قرار داد و در دور دوم تهاجم های خود از نفوذ جریانی سخن گفت که بعضی از کارشناسان منظور ولی فقیه حاکم را همانا هاشمی میدانستند ادامه میدهم حجوم آن خوکی و مرگ ده تن از شهروندان ایرانی در مناطق مرکزی همچون کرمان بر صدر روزنامه های امروز جای داشت بر اساس گزارش منتشر در بسیاری از روزنامه های امروز تا کنون دست کم 36 نفر در اثر ابتلا به بیماری آنفولانزا موسوم به H1N1 که به عنوان آنفولانزای خوکی مرسوم است کشته شدند در استانهای کرمان و سیستان در واقع جان خود را از دست دادند امروز دوشنبه 16 آذر ماه علی رزا رزم حسینی استاندار کرمان گفت که با اعلام وضعیت زرد در این استان به دلیل شیوع بیماری آنفلانزا مدارس تمام مقاطع تحصیلی و مهد کودک های استان کرمان روزهای 17 و 18 آذر تعطیل است علی اکبر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ 28 نفر در اثر ابتلا به این ویروس در این استان خبر داد و همینطور حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس گفت که 8 نفر در استان سیستان به علت ابتلا به آنفلانزای خوکی جان خود را از دست دادن به گفته آقای شهریاری علت شیوع این بیماری خطرناک در ایران هنوز مشخص نیست دیروز یک شنبه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته بود که 22 نفر در اثر ابتلا به این بیماری در استان کرمان جان خود را از دست داده و بیش از 100 بیمار مشکوک به آنفولانزای H1N1 در شهر کرمان بستری شدند. مسئولان درمانی شهر سیرجان هم از بستری شدن حدود 70 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به آنفولانزا خبر داده بودند. روزنامه ها را با گزیده یادداشت ها و سرمقاله ها پی میگیریم که در واقع سرمقاله ها سیاست های رسانه‌ای هر روزنامه است. در هر روی حسب انتظار 16 هم آزر ماه و روز دانشجو از جمله موضوعات تحلیلی روزنامه های امروز بود البته روزنامه خانشهای های خاص خود رو نسبت به این مقوله داشتند و مثلا کیهان و آرمان در جبهه مخالف هم بودن یا اعتماد و افتکار در این میان روزنامه بهار نزدیک به طیفی از مردان خاتمی با واکاوی فعالیت جنبش دانشجویی ایران در مطلبی به قلم ظریفیان از معاونان وزارت علوم در دولت خاتمی معتقد بود که در دولت گذشته یعنی احمدی نژاد قالب نگاه ها به جنبش های دانشجوی تهدیدآمیز بود و در نتیجه آسیب های جدی به بدنه این جنبش وارد شد اما روزنامه کیهان خانش دیگری برگزید. کیهان تحت امر نهاد رهبری ایران در اعتراض به حضور برخی از سران جنبش دانشجویی در برخی از دانشگاه ها با ادبیات بسیار تند و گزنده ای مثل همیشه به دولت روحانی و سیاست های آموزش عالی کابینه روحانی حمله کرد و در گزارشی به عنوان بزرگ کنندگان آمریکا دانشگاه ها با آرایشگاه اشتباه گرفتهاند به طور مشخص به حضور فعالان سیاسی حامیان رو روابط با آمریکا میتاخت عمده گلایه این روزنامه تون رو در واقع حضور اصلاح طلبان در این روز در دانشگاه های کشور بود همچنین با مقاله دیگر محمد تابش نماینده اصلاح طلب باقی مانده در مجلس در روزنامه شرق در یادداشتی تحلیلی به عنوان حق پرسشگری دانشجو زوایای تازه و دیگری از ضرورت فعالیت ها و کنش های سیاسی اجتماعی دانشجویی در ایران سخن و در واقع شرق تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز رو نیز به امور دانشجویی اختصاص داده بود ستون نویس شرق در بخشی از این یاد داشت از جنبش دانشجویی بیشتر انتظار حضور مشارکت جویانه ی انتخاباتی داشت و معتقد بود که دانشجو از مهمترین گروه های تأثیر گذار در افکار عمومی است و هیچ دوری از انتخابات و مشارکت سیاسی رو در ایران نمیتوان سراغ گرفت که در آن دانشجویان و دانشگاهیان نقش تاثیرگذاری نداشته باشند بنابراین باید کاری کرد که دانشجویان باز هم احساس کنند که در جامعه تأثیر گذارند و جامعه به نقش آفرینی آنان نیاز دارد که بدون ذکر نام در واقع بدون ذکر نام دو انتخابات پیش روی از ضرورت حضور دانشجویان به نفع اصلاح طلبان اشاراتی مستتر داشت ممنوعیت علوم انسانی در ایران از جمله موضوعات منتشره در روزنامه های امروز بود از جمله صادق زیبا کلام در روزنامه شهروند با شکایت از شیوه آموزشی حاکم در ایران نتیجه گیری کرد که این تصمیم نشان دهنده بنبست علوم انسانی در ایران است و در واقع علوم انسانی را به بنبست کشاندند مشکل اساسی به زمین استای دانشگاه این است که در ایران به علوم انسانی به عنوان ابزاری برای انتقال و القای ایدئولوژی به جامعه نگاه می شود و نه برای فهم جامعه، فهم تاریخ و فهم انسان از یک سو آموزش و پرورش می خواهد علوم انسانی را به کلی جمع کند از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد علوم انسانی را اسلامی کند و در همین احوال سند تغییر بنیادی علوم انسانی تهیه می شود همه اینها به زمین نویسنده نشان دهنده شکست تلاش های نظام آموزشی ایران در بهرهگیری از علوم انسانی است و این راهکار حذوی به بنبست رسیدن در این زمینه است و اما جنجال محمد خاتمی باز در روزنامه ها این بار در روزنامه اطلاعات که البته به روز گذشته مربوط است و نظر به ابعاد خبری ماجرا گفتم گوشه هایی از آن را برای شما بینندگان عزیز بازخانی کنیم البته قطعا همه شما همیهنان هنان و بینندگان عزیز آگاهید که سید محمد خاتمی که دیریست مورد قهر و کین سید علی خامنه ای قرار گرفته بدون مکتوب نوشته ای آشکار و یا دستوری قضایی خاص و روشن و مسرح در رسانه ها تحریم شده که هر از گاهی بعضی از رسانه های نزدیک به رئیس جمهور اسبق ایران با انتشار تصاویری از وی در واقع مورد غضب واقع میشن و شارع شهر از جمله محسنی اژه‌ای آنها رو به تعطیلی تهدید کنند که از جمله تعطیلی سایت جماران نمونه از آن بوده است در تازه ترین ماجرا حول این واقعه علا رغم وجود تاکید مقامات قضایی بر ممنوع تصویر بودن خاتمی روزنامه اطلاعات دیروز یکشنبه 15 آذر ماه گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با خاتمی را با همراه عکس این دیدار منتشر کرد بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات طلال سلمان سردبیر روزنامه لبنانی از سفیر که برای انجام مصاحبه هایی با مسئولان جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد در نشستی برنامه ریزی نشده با آقای خاتمی گفتگو کرده است اما در این میان مقام های قضایی تا کنون واکنش آشکاری نسبت به این اقدام روزنامه اطلاعات نیز نشان ندادند که احتمالا به خاطر جمع کردن موضوع بود با این حال چرا که صفحه حاوی تصویر و گفتگوی خاتمی در شامگاه روز یکشنبه دیروز از وبسایت روزنامه اطلاعات حذف شد و به جای آن صفحه دوازده نسخه 16 آذر روزنامه اطلاعات قرار گرفت در واقع در تصویر منتشر شده از دیدار سردبیر روزنامه از سفیر با رئیس جمهوری سابق ایران محمود دعایی که نماینده خامنه‌ای در روزنامه اطلاعات هست حضور داشت که ایشان هم بسیار متهم است به مهر و ارادت به محمد خاتمی با اون جشن تولدهای همیشگی که برای ایشان میگیرد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما به تماشای ادامه بردم های امشب از... این جانب از محضر شما خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و ورقهای تازه ای از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود